أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خيرين يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. بعد از اینکه اصل وجوب حج را بیان فرمودن با تعبیر و اتم الحج و عمره لله، اونگاه به بعضی از احکام حج اشاره می کنن. احکام حج دو قسم است، یک قسم واجبات است و یک قسم محرمات، که از محرمات به عنوان تروک حال احرام یاد می کنن. بعضی از احکام واجب حج را نظیر طواف، نظیر قربانی، نظیر سعی بین صفا و مروه و مانند آن و نظیر نماز عند المقام، اینها را در آیات دیگر ذکر میکنم که فلیت توفو بالبیت العتیق، یا درباره سعی صفا و مروه فرمودن ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتوف بهما، یا درباره نماز عند المقام فرمود و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا و مانند آن، که بعضی از احکام وجوبیه حج را در اون آیات ذکر می‌کند. در این آیه که قرائت شد بعضی از تروک احرام را که جزء محرمات حال احرام است ذکر می‌کند، که فرمودن فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اما از این که فرمودن الحج و اشهر معلومات، برای آن است که در جاهلیت این حج بود، ولی همونطوری که در ارکان و افعال او بدعتهای روا داشتن، در وقت او هم بدعتی روا داشتن. هر سالی که فرصت نمی کردن حج را در موسم خاص انجام بدهن، وقتش را تأخیر می انداختن. نظیر هم مسئله حرمت اشهر حرم، که این عدت شهور عند الله 12 شهرن و در بین اون 12 ماه 4 ماه جنگ و جدال حرام بود، که 4 حرم هر وقتی به حال اونها مساعد بود جنگ رو ترک میکردن، و هر وقت مساعد نبود در اشهر حرم جنگ میکردن و اون ماه های حرام رو تبدیل میکردن به ماه های دیگر که فراغت داشته بودن، که در این زمینه وارد شده است انما النسیء زیادتون فی الکفر. نسیء یعنی تأخیر انداختن، که نسیئه یک معناش همین تأخیر انداختن است، که سمن در حین بی به بایع داده نمی شود، این را نسیئه می گویند. نسیء و تأخیر اندازی همونطوری که در جریان جهاد راه داشت، در جریان حج هم راه پیدا می شود. اینها که میخواستن من کل فج عمیق حرکت کنن، اگر گرفتار تجارت یا جنگ و مانند اون بودن، ماه حج را عوض میکردن. لذا قرآن کریم فرمود حج برای خود یه ماهای ثابتی دارد، الحج اشهر معلوماتون، یعنی زمان حج ماهای مشخصی است که قابل تقدیم و تأخیر نیست. ولی عمره این چنین نیست، در طی سال عمره را می توان انجام داد، برای عمره شهر معینی نیست، در تمام 12 ماه می شود عمره انجام داد. حج است که هم تشکیلاتش زیاد است و رسمیتی دارد، وقوفین دارد به امثال زاله، و هم ماهش مشخص است. پس اگر در آیه قبل فرمود و اتم الحج و العمره لله، و در این آیه محل بحث فرمود الحج و اشهر معلومات، برای آن است که عمره در طی سال ممکن است، ولی حج در طی سال ممکن نیست، ماهای مشخص دارد. و چون عمره در طی سال میسر هست، لذا تقدیم و تأخیری برای عمره فرض ندارد و انگیزهی برای تقدیم و تأخیر نداشتن و سودی هم به حال اونها نداشت، برخلاف مسئله حج که هم به حال اونها سودمند بود و هم انگیزهی داشتن. لذا فرمود الحج و اشهر معلومات. مبادا کسی خیال کند در آیه 189 که بحثش قبلا گذشت این چنین بپندارد که حج را در طی سال می شود انجام داد، برای اینکه آیه یسالونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس والحج و
دلالت میکند بر این که این تشکلات و گوناگون ما برای آن است که انسان وقتهای خود را بشناسن و حجشون را انجام بدن. این توهم نارواست، برای اینکه اون آیه اطلاق ندارد که حج را در هر ماهی میشه انجام داد. اون آیه نظرش این است که این تشکلات و گوناگون تقریبا عامل ماه شناسی است، یه تقویم طبیعی است، و چون حج از بارزترین اموری است که به ماه شناسی نیازمند است، از این جهت از باب ذکر خاص بعد از عام در کنار مواقیت للناس فمود والحج، یعنی این تشکلات و گوناگون قمر برای آن است که مردم حوایجشون را در ماه‌های گوناگون انجام بدن، که یکی از اون حوایج مهم مسئله حج است. پس اون اطلاقی ندارد که با این آیه معارض باشد، بر فرض اطلاق داشته باشد مقید به این آیه است، ولی اصلا در صدد بیان این جهت نیست که حج را در هر ماهی میشه انجام داد. اینجا فرمود الحج و اشهر معلومات نظیران جریان نسی است که در سوره مبارکه توبه در باره جهاد آمده است. در سوره توبه آیه 36 این چنین آمد که ان عدت الشهود عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیهن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافتا کما یقاتلونکم کافه واعلموا ان الله مع المتقین. اونگاه در آیه بعد فرمود انما النسیء زیادت فی الکفر، اگر کسی بخواهد این اشهر حرم را تغییر بدهد در این ماهایی که جنگ حرام است جنگ بکند و در ماهای دیگر جنگ را ترک بکند و در حقیقت تغییر و تحول اشهر و حرم به دست او باشد، این زیادتون فی الکفر، چون این کار را در جریان حج هم روا می داشتند، لذا فرمود الحج و اشهر معلوماتون. پس نه آیه یسالونک عن الاهل قل هی مواقیت للناس والحج درارت دارد بر این که حج را در هر ماهی می شود انجام داد، نه بر فرض این که همچه دلالتی داشته باشد در قبال آیه الحج و اشهر المعلومات قدرت معارضه دارد. پس برای حج ماه مشخصی است و برای عمره این چنین نیست. اما این که فرمود الحج و اشهر المعلوماتون دو تا اشکال دارد. یکی این که حج یک سلسله مناسک مخصوصی است که در بعضی از این ماه انجام می‌گیرد، نه در سراسر ماه. اشکال دوم آن است که تمام این ماه ظرف مناسک حج نیست، بلکه مناسک حج را باید در اوقات معین قرار داد. فرق اشکال دوم و اول این است که اشکال اول ناظر به عدم استیاب است، یعنی این مظروف تمام ظرف را فرا نمیگیرد. این نظیر روزه روزهای ماه مبارک رمضان نیست که ما بگوییم این 30 روز ظرف روزه است، زیرا در اونجا ظرف با مظروف مطابق است، مظروف مستوعب است، همه ظرف را فرا میگیرد. از تبیر خط ابیض و اسود یعنی هنگام طلوع فجر صادق تا شب را باید روزه داشت، ثم اتم الصیام للیل. در اینجا می شود گفت این ماه ماه روزه است، زیرا تمام روز ظرف روزه است، ولی اینجا اینطور نیست. تمام این سه ماه ظرف مناسک نیست، بلکه این مناسک یه اعمال مخصوصی است که در گوشه از این سه ماه قرار دارد، نه در تمام این ماه به نحو استیعاب. اشکال دوم آن است که در هر جزئی از اجزای این سه ماه نمی شود این مناسک حج را انجام داد، بلکه برای عمره تمتع و احرام حج تمتع تا روز عرفه وقت هست، اما از نیم روز عرفه یعنی از ظهر به بعد دیگر جا باید مشخص است که وقوف در عرفات است، دیگر نمی شود این وقوف در عرفات را برای غیر روز نهم انجام داد. و همچنین مسئله رمی و قربانی و حلق در روز دهم است و باید تا ایام تشریق کار تمام بشود.
این چه نیست کسی بتواند عمدن تا آخر ذی‌الحجه به تأخیر بیندازد. پس اشکال اول ناظر به عدم استیاب است که مظروف با ظرف منطبق نیست. اشکال دوم ناظر به آن است که همه اعمال را در هر وقتی از اوقات اشهر حج نمیشه انجام داد، برای اینکه وقت مشخص دارد. از این دو اشکال جواب دادن به این که گفتن این تعبیرات عرفی است. شما اگر یک شخصی را در یه روز معینی ببینید، میتوانید بگید من اون شخص را در فرون روز دیدم، در حالی که این برخورد و ملاقات شما در یک گوشه روز واقع شده است، نه در سراسر روز. و از این وسیع‌تر، اگر کسی را در یک سالی مثلا سال 60 دیدید، می توانید بگویید من او را در سال 60 هجری دیدم، در حالی که اون برخورد شما یک ساعت بود، ولی این را به اون سال نسبت میدید. این تعبیر عرفی است. این تعبیر عرفی اون اشکال اول را حل میکند، اما اشکال دوم حل نمیکند. بیان و زارش این است که در اشکال اول ناظر بود به این که فعل که مظروف است با ظرف منطبق نیست، مستوعب نیست، در یک گوشه از اوست. جوابش این است که این تعبیر رایج است. اگر فعلی در یک گوشه زمان قرار بگیرد، به سراسر اون زمان نسبت میدهند. در خوردی که در یک گوشه روز اتفاق افتاد، میگویند من با فلون شخص در فلون روز برخورد کردم، بلکه از این وسیع‌تر میگن در فلون ماه یا در فلون سال برخورد کردم. اطلاق جزء بر کل اگر ما جزم داشته باشیم، میگوییم از باب اطلاق جزء است علی‌الکل و قرینه میطلبیم. اما قبل از این که ما بدانیم از باب اطلاق جزء به کل است، میتوان گفت به این که این فعل در یک گوشه قرار میگیرد یا در گوشه دیگر قرار نمیگیرد. بر فرض اگر تعبیر عرفی نظیر همون برخورده در فلون روز یا فلون ماه یا فلون سال که از باب اطلاق جزء بر کل است اشکال اول را حل کند، اونده اشکال ثانی است. اشکال ثانی این است که اگر حج در اشهر حج انجام می گیرد، معناش آن است که اعمالش را در هر جزئی از اجزای این اشهر حج می توان انجام داد، ولی که اینجوری نیست. نه، اون دیگر بدل است، اون دیگر جزء حج نیست، بسیار کفاره اوست. کفاره حج جزء مناسک حج نیست. بله، نظیر این که اگر کسی در ماه مبارک رمضان کاری انجام داده، باید در غیر ماه مبارک رمضان کفارهش بپردازد، حالا یا صیام است یا غیر صیام. او کفاره حج است، نه جزء مناسک حج. خب کفاره حج در غیر حج انجام میگیرد. کفاره عمل اگر در خارج اون ظرف قرار بگیرد، محذور ندارد. محذور دوم این است که اگر الحج و اشهر معلوماتون، پس باید گفت که هر جزئی از اجزای حج را میتوان در هر جزئی از اجزای اشهر حج انجام داد، در حالی که وقت تا روز دهم به ایام تشریق است. جوابش این است که این هم یه تعبیر رایجی است، نظیر صلات الجمعه. خب وقتی که میگوییم نماز جمعه، غیر از آن است که این نماز در گوشه از روز جمعه است، مستوعب نیست اولا، و یک وقت مشخص دارد، نه قبل از اون میشه انجام داد نه بعد از اون میشه انجام داد ثانیا. خب تعبیر صلات جمعه یا تعبیر صلات عید یه تعبیر رایجی است در فقه. اگر گفته شد نماز جمعه، نه یعنی از بامداد تا شامگاه انسان نماز بخواند که مظروف با ظرف منطبق باشد، و نه اینکه در هر جزئی از اجزای روز جمعه بتوان نماز جمعه را انجام داد. این چنین نیست، بلکه مظروف کمتر از ظرف است اولا، و جای مشخص دارد ثانیا. جریان الحج و اشهر معلوماتون هم این چنین است. این تعبیرات هست، منتها خصوصیات این تعبیر را باید روایت مشخص کند، چه اینکه کرده است. پس این که فرمود الحج و اشهر معلوماتون و در باره عمره نفرمود، سرش روشن شد. و در حقیقت این الحج و اشهر معلومات یعنی زمان الحج اشهر معلوماتون، یا الحج و حج و اشهر معلوماتن که خبر محذوف باشد، یا زمان الحج اشهر معلوماتون که مبتدا محذوف باشد.
پس این الحج و اشهر و معلومات ناظر به تعیین زمان حج است. فمن فرض فیه الحج، اگر کسی در این ماه های مشخص حج را بر خود واجب کند، همین که احرام بست واجب می شود. ممکن است اصل احرام مستحب باشد نظیر حج مستحبی، ولی اتمامش واجب است. علی حال فرض یعنی عزم، فرض یعنی ایجاب. فمن فرض فیه الحج، اگر کسی در این ماه ها حج را بر خود با احرام واجب کرده است، باید بداند که از این تروک بپرهیزد. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، که این بعضی از محرمات حال حج. از این که فرمود فمن فرض فیه الحج به اسم ظاهر بیان کرد، برای آن است که اون حجی که در اول آیه آمده منظورش زمان حج است. این حجی که مرتبه دوم یاد شده است فعل مکلف است. فمن فرض فیه الحج، که این حج عمل مکلف است، اون حجی که در اول آیه یاد شد منظور زمان حج است. باید از این امور بپرهیزد به عنوان تروک آل احرام. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. رفث در همین آیه مشابه همون آیه 187 است که بحثش قبلا گذشت. اهل لکم لیلت الصیام رفث الى نسائکم. رفث یعنی مغاربت و الفاظی که از مغاربت حکایت میکنند. این نهی از مغاربت کرده است. ولا فسوق. فسوق گرچه هر معصیتی را شامل می شود، نظیر آیه سوره حجرات کرره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، چون هر گونه انحرافی را فسق می نامند. فسق عن الطریق یعنی انحرفه، ولی در روایت بر کذب تطبیق شده است. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. جدال گرچه هر برخوردی، هر مرائی و هر ابطال حقی و احقاق باطلی اطلاق شده است، و ما در خصوص جریان حج بلا والله و بلا والله در گفتگو تطبیق شده است. بار سوم مسئله حج تکرار شد. فرمود فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. دیگر ضمیر نیاورد، نفرمود لا فسوق ولا جدال فیه. سرش آن است که این حج سوم غیر از حج دوم است و غیر از حج اول. اون حج اول که منظور زمان حج است، این حج دوم عمل خاصی است که محرم بر خودش واجب کرده است. این حج سوم اصل طبیعت است. خود بفرماید به این که اگر کسی این فعل را بر خود واجب کرد، این فعل مصداقی از اون طبیعت است و در طبیعت حج رفث و فسوق و جدال نیست، پس در فعل او هم نباید رفث و فسوق و جدال باشد. این یک کبرای کلی است که بر اون صغرا تطبیق می شود. حجی که حاجی بر خودش با احرام واجب کرده است فعل خاص است. چون در اصل طبیعت حج این امور محرم است، پس در فعل خاص او هم این امور محرم است، زیرا فعل خاص او جزئی است از کلی که در جمله بعد بیان شده. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اونگاه به صورت شکل اول این چنین تنظیم می شود که هذا حجون ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. پس فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی ما فرضه علی. لذا سه بار تکرار شده است. نه در این طبیعت اون نیست، چون نحو قضیه حقیقیه مثل لا صلاة الا بفاتحة کتاب، بعد میگن هذه صلاة ولا صلاة الا بفاتحة کتاب، پس لا تتحقق و هذه صلاة الا بفاتحة کتاب. بله، این تشبیه بود در این که کلی و جزئی بر یکدیگر منطبقن، نه حکم وضعی و حکم تکلیفی مثل اوست. الان بحث در حکم تکلیفی است، یعنی حرمت. بحث در حکم وضعی که صحت و بطلان باشد نیست. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. لذا این کلمه حج سه بار تکرار شده است به اسم ظاهر. بعضی از مصادیق فسوق را در همین سوره مبارکه بقره آیه 282 بیان فرمود.
فمود ولا یزار کاتبون ولا شهید و این تفعلو فعلنهو فسوقون بکم. در داد و ستد و در نوشتن دین نه اون نویسنده ضرر برساند و نه اون که شاهد هست ضرر برساند و شهادت کذب بدهد، زیرا هر کدام از اینها که باشد فسوق است. البته این ذکر بعضی از مصادیق است و اینها در حج خصیصه ای ندارد که حرام باشد. اون محرماتی که در حال حج حرام است، یعنی حرمتش در حال حج شدید خواهد بود، نظیر کذب بر خدا و پیامبر که در حال غیر روزه حرام است و در حال روزه حرام، چنین که مفترم گفتن هست اند بعضی. پس این که فرمود فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، سنت باید مشخص بکند که منظور از رفث و فسوق و جدال چیست، چنین که مشخص فرمود. اما این که فرمود و ما تفعلوا من خیر یعلمه الله و تزودوا فإن خیر الزاد التقوى، این رو بارها ملاحظه فرمودید که قرآن کریم یک کتاب علمی محض نیست که بیان احکام اکتفا کند و ضامن اجرای عمل به احکام را ذکر نکند. کتاب‌های علمی فقط همون قواعد علمی را مطرح می‌کنند. مثلا در کتاب فقه یا سخن از تروک احرام است یا واجبات احرام و حج است، یا سخن از کفاره است یا سخن از صحت و بطلان، دیگر سخن از موعظه و نصیحت نیست. اما قرآن کریم که کتاب علمی محض نیست بلکه نور است، یعنی هم علم است، یعلمهم الکتاب والحکمه است و هم تزکیه، لذا وقتی بحث فقهی را مطرح فرمود ضامن اجرای این بحث را که همون مسائل اخلاقی ذکر میکند، موعظه و نصیحت را در کنار تعلیم کتاب ذکر میکند. فمود و ما تفعلوا من خیرن یعلمه الله، هر کار خیری که انجام میدهید خدا میداند، یعنی جزایتون را خدایی میدهد که عالم است. شما یقینا از خدا جزا میطلبید ولی خدا غایب نیست. در بخش دیگر فرمود ما کنا غایبین، در حین عمل خدا حضور دارد. پس جزا به دست کسی است که از اعمال خیر شما آگاه است. گاهی میفرماد ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوه عند الله، گاهی میفرماد ما تفعلوا من خیرن یعلمه الله، خدا میداند، یعنی جزای شما را خدایی میدهد که به خیرتون عالم است. پس مطمئنید که به پاداشتون میرسید، چون این چنین است و هرگز خدا فراموش نمی کند یا جاهل نیست. و ما یعذب عن ربک من مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء، چون این چین است و تزود و زاد و توشه تهیه کنید. و برای مسافر سفر بدون زاد که ممکن نیست، و چیزی که مسافر برای تأمین راهش به همراه میبرد این را میگن زاد. زاد المسافرین را این آیه مشخص کرد، در این حال که فرمود و تزود و راه را هم نشون داد، بهترین توشه را هم مشخص کرد، همون فعل خیر از زاد تقوا، هم ما را هشدار داد که مسافری و هم هشیار کرد که مسافر بدون زاد و مسافر نمیتواند حرکت کند، و هم مشخص کرد که بهترین زاد تقواست، و هم معین کرد که جریان حج از بارزترین مصادیق تقواست. این چهار نکته را در کنار هم ذکر فرمود، چون تشویق به زاد در جریان حج برای آن است که این جزء بهترین مصادیق تقواست. و تزود و فن خیر از زاد تقوا، بهترین زاد تقواست. اگر چنونچه این خیر خیر اضافی باشد، این تقوا در قبال سایر ملکات قرار میگیرد، یعنی اگر ایمان هست، اگر توکل هست، اگر عدل و احسان هست، اگر قسط هست و امثال ذلک هست، همه زاد المسافرینن و بهترین اینها تقواست. و اما اگر این خیر خیر مطلق باشد، چنین که این چنین است، منظور از خیر از زاد این نیست که زادهای دیگر هم خوبند ولی تقوا بهتر است، بلکه منظور آن است که تنها زادی که سودمند است تقوا است و انسان غیر متقی زادی ندارد، توشه ای ندارد. فن خیر از زاد تقوا، بهترین توشه تقوا است. درست است. این بیان رو که بعضی از مفسرین فرمودن
در باره کسانی که اونا خود را متوکل میپنداشتن، میگفتن به این که ما در راه حق نیازی به نان و آب نداریم. این در حقیقت توکل زاد اونها بود. اگر کسی به اینجا برسد، زاد او همون توکل اوست. و اما به شهادت زل که فرمود فین خیر از زاد تقوا، پیداست که تشویق به اصل مسئله می کند، نه این که بخواهد بفرماد وقتی میخواد سفر حج کنید نان و آب تهیه کنید. از این استدلال پیداست که منظور تشویق به تحصیل اون اعمال صالح است. و اگر کسی به اون مقام برسد، واقعا خودش بهترین زاد را به همراه دارد. یه وقت است که به اون مقام نمی رسد و می خواهد کل بر دیگران باشد، که اون مفسرین مسئله حرمت کل را ذکر کرده. این راه دیگری است که وقتی شما حرکت می کنید مزاحم دیگران نباشید، کل دیگران نباشید. بله، نه، در اونجا میفهمد اینها قصد قیام و خروج ندارن، برای اینکه اگر واقعا میخواستن به جبهه برن قبلا خودشون آماده میکردن. ولو اراد الخروج لاعد له عده. اینا هیچ آمادگی ندارن، نه آموزش نظامی دیدن، نه آموزش سیاسی دیدن، نه زاد و برگ تهیه کردن، معلوم میشه کار به جنگ ندارن. ولو اراد الخروج لاعد له عده. اینا میگن ما خواستیم بیاییم ولی مانعی پیش آمد، خدا پرده برداشت، کسته اقتضا نبود، نه مانع پیدا شد. خب اینا اگر میخواستن به جبهه برن قبلا آماده میشدن. کسی که اصلا آموزش نظامی ندید بعد بیاد عذرخواهی کند که پدرم مریض بود من نتونستم بیام، قرآن پرده برمیدارد. میفهمد اینا اگر میخواستن به جبهه برن قبلا آماده میشدن. این نیامدنشون لفقد المقتضی اصلال وجود المانع. در این کریمه فرمود بهترین زاد زاد تقوا، فن خیر از زاده تقوا، بعد دستور تحصیل تقوا داد، تمود و تقونه. خب پس یک کلی را مشخص کرد که تحصیل زاد است، مصداق اون کلی را مشخص کرد که بهترین زاد تقواست، فرد خاص اون مصداق را هم معین کرد که تقوا تقوای الهی است و تقونه. پس این سه امر هماهنگ به هم منسجمن، یعنی وتقونه زیر پوشش خیر از زاد تقوا مندرج است و خیر از زاد تقوا زیر پوشش تزودو مندرج است. اونم تقوای الهی فرق میکند با تقوای از نار. یه وقت انسان فتقون نار التي اعدت للكافرين، این در عین حال که از خدا میترسد انسان با تقواست، ولی خودش را میطلبد. این ره توشه او و زاد المسافرین او اینقدر نیست که او را طالق الله برساند. این زاد او و توشه او اینقدر قدرت دارد که او را فقط از جهنم نجات بدهد، از اون به بعد دیگه نمیتواند برود چون زادی ندارد. اگر کسی اعمالش را برای ترس از جهنم انجام داد، فتقوا النار التي اعدت للكافرین، یا قو انفسکم و اهلیکم نارم و قود الناس و الحجاره، این زاد مسافر او ها به این راه تمام می شود، این جهنم نمی رود. از اون به بعد بخواهد ترقی کند راه ندارد چون زاد ندارد. بعضی ها تقوای اونها تقوای شوق به بهشت است، یعنی از حرام می پریزن و کارهای واجب را انجام می دن و یک انسان اهل تقوا هستم، اما شوقن الى الجنات التي تجري من تحتها الانهار، اینا تا بهشت میرن. از اون به بعد چون زاد تهیه نکردن میمانن، چون مسافر بالاخره زاد میطلبه. اگر کسی اعمالش لا خوفا من النار ولا شوقا الى الجنه در اینها منحصر نبود، بلکه حبا لله بود که تلک عبادت الاحرار، این مشمول وتقونه یا اول الالباب است. این تقوا اون چنون بردی دارد که طالق الله برسد. وقتی این تقوا طالق الله رسید، این متقی چون زادش طالق الله است، او هم به لقاء الله میرسد. لذا در جریان حج فرمود لن ینال الله لهومها ولا دماؤها
ولکن یناله تقوا منکم، یعنی اگر ما گفتیم شما در حج تمتع قربانی کنید، فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي، خیال نکنید گوشت گوسفند قربانی است یا خون گوسفند قربانی است. گوسفند قربانی نیست، گوسفند همونجا در همون سرزمین منا میماند، یا اطعم القانع والمعتر میشود یا میپوسد. این قربانی نیست، قربانی چیزی است که به الله متقرب بشود. گوش که بالا نمیرود، خونم که بالا نمیرود. لذا فرمود گوسفند قربانی نیست، گوشت و پشت قربانی نیست که تبرک کنید. لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله تقوا منکم، اون ذبح گوسفند لله اون قربانی است، اون چون عبادت است. شما اون عمل را قربتن الالله انجام میدهید، اون عمل قربانی است و اون عمل نه تنها نزدیک میشود، بل اون چنان قربی دارد و متقرب است که نائل میشود، نه تنها نزدیک. خب اگر اون نائل شد، متقی را هم نائل میکند، چون تقوا که وصف جدای از جان متقی نیست. اگر تقوا نه تنها نزدیک می شود بلکه نائل می شود به لقاء الله، پس متقی نه تنها نزدیک می شود بلکه نائل می شود لقاء الله را. پس زاد المسافرین سه قسم است، مثل سه قسم مسافری که بعضی ها زادشون در اوائل راه تمام می شود، بعضی در اواسط راه تمام می شود، بعضی تا آخر می مونن. اونا که توانگرند زادشون تا آخر می ماند و توانگران را ترازهای مبارک دای کبل مشخص کرد که طاعته و غنا، اون عبد صالح که مطیع خداست او توانگر است، او زاد دارد، ابن سبیل نیست، بین راه نمی ماند. و اگر طاعت خدا غنا و بی‌نیازی شد، پس طالق الله این زاد هست، و چون این زاد از جان صاحب زاد بیرون نیست، پس متقی هم با این زادش طالق الله میرسد. لذا فرمود تزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب. والحمد لله رب العالمین.